بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب شرح سي أصل ودليل هاي آن بسم الله الرحمن الرحيم البته سپاس ستایش برای الله است و از او طلب یاری و مغفرت میکنیم و به الله از بدی نفسهایمان و عملهای بدمان پناه طلب میکنیم کسی را الله هدایت کند پس برای او گمراه کننده نیست و کسی را الله گمراه کند پس برای او راهنمای نیست و گواهی میدهم که معبودی برحق جز الله نیست یگانه است و او را شریک نیست و گواهی میدهم که محمد بنده و فرستاده اوست اما بعد مقدمه پیش از شرح کتاب مؤلف این کتاب شیخ اسلام و تجدید کننده دعوت یکتاپرستی امام محمد ابن عبدالوهاب ابن سلیمان تمیمی کنیت او ابوالحسین می باشد. در عیینه سال 1115 هجری به دنیا آمده در دیریع چشم از عالم پوشیده است. برای چی توحید را می آموزیم؟ یکم زیرا الله ما را برای آن آفریده است. دوم به جز یکتاپرست کسی داخل جنت نمی شود. سوم سبب کفارت بدی ها می شود. چهارم سبب آرامی می شود. پنجم الله یگان عمل را به توحید قبول نمی کند. ششم سبب بسیار شدن نیکی ها می شود. هفتم سبب هدایت و قرار گرفتن امن می شود. هشتم سبب برای شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم می شود.